با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان و با امید به اینکه پای برنامه ما باشین، در این لحظه از بزرگ شهر تورنتو، استودیو تورنتو، برنامه چند نگاه خدمت شما هستیم. یک ساعتی با شما برنامه را ادامه خواهیم داد، گفتمانی خواهیم داشت و امیدواریم که بتونیم در این گفتمان کوتاه، هرچند که دوست داریم ساعتها در خدمتتون باشیم، بتونیم مطالبی رو به شما ارائه بدیم و شما هم با ما همراهی کنید. اما اجازه بدین در برنامه امروز خدمتتون بگم، بعد از اینکه سالها برنامه چند نگاه فکر کنم از عمرش یه چیزی حدود 10 سالیه که داره میگذره، از این برنامه به خصوص از همکاری ما با شبکه جهانی تصویر ایران، دوستانی که در واقع تلویزیون مادر که در لس آنجلس هست، یه چیزی نزدیک 17 سال این همکاری ادامه داره. ولی برنامه چند نگاه که سالیان روی از استودیو تورنتو روی ایر هست، با پارتنرهای مختلفی من شانس اجرای برنامه رو داشتم در طول این سالها. هر کدوم از این دوستان به واسطه کار اصلی که داشتن، مشغولیاتی که داشتن یا مشغول کار خودشون شدن و نتونستن در ساعت برنامه حضور پیدا کنن، یا اینکه مثل رامانا که میشه گفت طولانی ترین پارتنر من در این برنامه به مدت 4 سال بود و هست، در این روزها که دیگه چند ماهی بیشتر به انتخابات کانادا بخش فدرال نمانده، میدونید که کاندید شده از منطقه برامتون و بسیار سر شلوغه. در بسیاری از فان ریزینگ ها اون رو میبینم، در مهمانی هایی که به هر حال بیشتر باید معرف خودش باشه تا بدونن مردم چرا باید به اون رأی بدن، مردم اون منطقه، و چرا حقشه که میتونه سخنگوی خوب و نماینده خوبی برای مردم منطقهش باشه. برحال الان خیلی سر شلوغه. به همین دلیل مدتی است که با یکی از همکاران و دوستان خیلی خوب و قدیمی خودم که از شهروندان بسیار قدیمی شهر تورنتو هم هست، شهره بسیار آشنای شهر، چون برحال در قسمت‌های مختلف بیشتر در شادی‌های مردم شریک بوده، اون رو به خوبی میشناسن. آدم‌های خوب رو همه خوب میشناسن و این خیلی خوبه. کاش میشد همطور که آدم‌های خوب رو میشناسیم، قدرت و توانایی این رو هم داشتیم که آدم‌های بد رو هم به هم معرفی کنیم تا کمتر دچار مشکل بشیم و از هم گله کنیم. به هر حال خدا رو شکر که هنوز آدم‌های خوب هستند که بتونن کنار هم قرار بگیرن. منم دوستای خیلی خوبی دارم و این دوست خوبه به خصوصی که امروز از این به بعد ازش خواهش کردم باشه در برنامه‌های کنار من، در بخش‌های دیگه رادیو تلویزیون ما با هم همکاری داریم، پشت صحنه همیشه این همکاری رو با ما داشته و الان فکر کنم موقعشه که دیگه منو تنها نگذاره و من فکر کردم شما خیلی خسته میشین که یک سره صحبت‌های منو بشنوین، بد نیست که این چالش مکالمه رو با هم داشته باشیم. و خبرهای خوبی هم ایشون میتونه از بخش‌های هنری، چون خودش یکی از هنرمندان خوب شهر ماست، براتون تهیه کنه. در برنامه نوروز با او بیشتر آشنا شدید، چون زحمت سفره هفت سین و زیبایی کار به دست ایشون بود و میگم پشت صحنه هم خیلی از شهروندان تورنتو خوب او رو میشناسن، ولی چون برنامه هم در رادیو پخش میشه، در رادیو 24 ساعته صدای ایران، و دوستان تصاویر رو نمیبینن، فقط با صداها آشنا هستن و در جای جای جهان که بیننده ما هستین و این لطفو به ما دارین، در بزرگ شهر تورنتو ما رو دنبال میکنین، خب طبیعتاً افرادی که در این شهر فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی دارن شاید خیلی شخصی نشناسین. فرصت خوبی خواهد بود که با شخصیتش آشنا بشین، با کارهای هنریش و همچنین در برنامه بتونه از پارتنرهای خوب من بمانه، چون مثل خود من یه خصوصیت خیلی خوبی که به من میچسبه، نمیدونم به شما چقدر خواهد چسبید، داره اینه که مثل من سمجه و این خوبه. بنابراین فکر کنم که مثل من بمونه سالیان سال پیش شما و انشاءالله من بتونم براش همکار خوبی باشم. به میترا حجبری عزیز، هنرمند خوب شهرمون سلام میکنیم. میترا خانم سلام. سلام عرض میکنم. حالی شما؟ خانم احمدی، باعث افتخاره که من در خدمت شما هستم. اینقدر شما تعریف کردی، از اینکه اصلا خودم دنبال این شخصیت بودم کی داری اینقدر تعریف ازش میکنی، ولی واقعا نهایت لطفتونه. هنوز چی نگفتم ولی خب خیلی تعریفی داری. تشکر محبتتون. من سلام کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، انشالله که اوقات خوبی داشته باشیم، مخصوصا لانگ ویکند حتما
به هر جهت خارج از شهر بودین و در کنار خانواده بودین و لذت بردین. بازم ممنون از خواهشتون. مرسی که آمدی، مرسی که بدونم با مشغله کاری که در آفیس بیرون اینجا داری و خب به هر حال من روزا گاهی که رد میشم ترافیک کارتو میبینم. من همیشه به دوستان گفتم به هر حال بخشی از کار ما میدل نیم ما فضولیه و خانم حجابی البته کنجکاویه. ببینید چقدر از من بهتر میگه، ولی من میگم به هر حال من یه برنامه داشتم میترو جان تهیه میکردم به نام، اصلا اسم برنامه بود فضولی. جدی؟ واقعا اسم برنامه بود فضولی و میخواستم ثابت کنم که چجوری میشه فضولی کرد و رفت سراغ همه بیزینس ها. بکنم برنامه رو حسابی گرفت و باور کن که خیلی سخت بود و حالا من به این راحتی میگم واقعا سخت فضولی کردن، واقعا کار سختیه. ما نکنین این کارو، نکنین، نه قضاوت کنین نه فضولی، بیاین با هم نکنیم، چون به هر حال ما به واسطه کارمون، من خیلی حساس میشم جایی که میرم، مثلا کسی یه کاری که میکنه خیلی دقیقی نگاه میکنم که خب نکن این کار بدیه، نکن، من مجبور میشم ببینم و بگم و راجبش حرف بزنم، حساس میشه دیگه آدم. ولی بله کنجکاوی چقدر قشنگتره و ما انقدر هر روز میگفتیم فضولی تو برنامه مون، اصلا نام برنامه بود فضولی. البته میدونی میگن اگه کنجکاوی زیاد نه فضولی زیاد کمک میکنه که شما دیرتر الزایمر بگیرید. راست میگی، پس من کماکان فضول همیشه مشغول. به هر حال من از جلوی آفیسش گرد میشم، همیشه یک نگاهی هم میاندازم که ببینم خب چه خبر هست. ولی نه باور کنین، حالا من اینجوری میگم کمتر تو آفیس از همه من دیده میشم، چون من گرفتار برسه. اینجا رادیو تلویزیونه و اینجا منبع خبره و هر جد ما باید خبر همون فضولی فضول نیستیم، باید خبر رو بیاد به هر جد، شما باید حقیقت رو بگین از پشت این دوربین. من همیشه گفتم خانم احمدی خوبی که دارن یک خط قرمزی دارن که واقعا من شیفته این اخلاقشون هستم، یعنی از اون خط قرمز هیچ موقع عبور نمی کنن و اگرم هرچی هم اینجا گفته میشه جز حقیقت هیچی نیست، یعنی دلیلش هستش. شالا که بتونیم بمونیم روی این خط قرمز و به هر حال سعیمون رو توی این سالها کردیم. بله. و اگه این بره خب دیگه به نظر من نباشه بهتره رادیو تلویزیون، چون اگه قرار باشه شما پشت اون جعبه به ما اطمینان کردین، ما اگه خلافش بریم خب دیگه بیفایده است. خب 25 سال هم زمان کمی نیست که شما به هر جد در خدمت مردم بودین و جز حقیقت چیزی هم نبودین. من و خانم جبری قبل از اینکه وارد به هر حال کار بیزینسی و بتونیم با هم همکاری داشته باشیم تو کار هنریشون، من بتونم بیشتر باشون آشنا بشم، از شنوندگان قدیمی ما بودین. اشاره 25 سال کردین، خودشون یادشون نره چند سال شنونده ما هستن. خواستن منو بگن ها، گفتم بریم بگم که گفته باشم. خیلی سال پیش از شنوندگان قدیمی ما و من این شانس رو واقعا داشتم میان شنوندگانم دوستای خیلی خوبی ماندگار ماندن و بعد در قسمت بیزینسی، چون از بیزینس های هنرمندان خوب شهر در کاری که میکنن همیشه به نام بودن و خیلی به هر حال در جاهای مشترکی با هم بودیم، طبیعیه که خب این ارتباط سالیان سال طولانی شده. و یک حسن خوب دیگه‌ای که دارن همشهری همسر من هستن که خب طرفدار ویژه‌ای در رادیو ما اینجا دارن که در آفیس بالاخره تیمشون کامل اهل کرمان، پارتیمون کلفته اینجاست خلاصه. بله اهل کرمان و بسیار دوست داشتنی، حتما کرمانی‌های عزیز اینو میدونن، چون من حالا من هم همسر خوب کرمانی دارم هم دوست خوب کرمانی. خب ما اگر اجازه بدین میترا خانوم قبل از اینکه خبرها رو با دوستان در میون بذاریم، بالاخره الان با ما آشنا شدن، با ایشون که دیگه هر هفته میخوایم بهش عادت کنین یه کمی آشنا شدین. سخت عادت کردم به من. نه اتفاقا اینقدر خوش اخلاقی که راحت به عادت خواهند کرد. عید نوروز هم که خب زیبایی کار رو روی صحنه دیدن، خیلی خیلی چیزا میشه ازش یاد گرفت. خوبه از شما ما خیلی چیزا یاد گرفتیم، از ایشون هم یاد خواهیم گرفت. ولی یه کار نوعی دارن انجام میدن، کار قشنگه، پر از ایده است. حسن میترا جان اینه که پر از ایده های قشنگه و سمجه، گفتم خسته نیست، سمجه. و کارش ایدئاله. کاری دارید بهش بسپرید از A to Z ایدئال انجامش میده. واقعا بعد اسم دو میذاشتن خستگی ناپذیر،
من بعضی وقتا واقعا خسته میشم. البته ایشون بعضی وقتا روی من رو کم میکنه. بهش میگم رحم کن. ولی یه کار جدیدی داره میکنه. یه کار جدیدی که یه برنامه جدیدی دارن براتون دیزاین کردن. الان مدتی دنبالشه. فکر کنم با یکی از هنرمندان خیلی خوب شهر. ایشون هم شهره شناخته شده. یه انسان دوست داشتنی و سالمه. و این سلامت اخلاق هنری خیلی مهمه در کنار هنرمند بودن و کار حرفه‌ای. و این گروه حالا داره گروه کاملی میشه و خانم جبری هم میخوان با ایشون یک برنامه مشترک رادیویی داشته باشن. حالا احتمالاً صداهاشون که تکمیل بشه این کار رو به تصویر هم تبدیل میکنن. بله برنامه بیشتر روی تصویر بعدا میارن روی تصویر و شما عزیزان هم میتونین بپیوندین بهشون از هر کجای دنیا که دوست دارین. این کار رو براتون خواهند کرد که فکر کنم شروع میشه همین چند هفته. بله ما بیشتر توضیح بدیم. البته این کار رو آقای حمید صفوی که اگه بخوان یه بیوگرافی کوچیکی راجع به ایشون من بگم، ایشون دوران کودکی رو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اصفهان شروع کردن و در نوجوانی در فرهنگ هنر اصفهان با اساتیدی همچون مثل زنده یاد آقای ارهام صدر و دیگر هنرمندان تئاتر اصفهان و سال بین 69 تا 64 از دانشکده هنرهای زیبایی تهران فارغ التحصیل شدن در رشته تئاتر و همینجور 13 سال در تهران شاگرد استاد بزرگ آواز آقای رامبد صدیف، من فکر میکنم درست گفتم، و همجور در تورنتو اجرای کارهای نمایشی در تورنتو شروع کردن و از جمله نمایشی به نام اصفهان رو و ما در خدمت ایشون هستیم و ایشون مجری برنامه هستن، برنامه رادیویی هستن که به دنبال 30 صدا هستیم که بهترین صداها رو ما بعد از مدت فکر میکنم ایشون 8 ماه برای 30 صدا رو ما انتخاب میکنیم و مراسمی فکر میکنم داریم. بله که مراسم بسیار ویژه خواهند گذاشت. تو خب طبیعتاً در خدمتشون خواهیم بود در این مراسم بزرگ و طبیعتاً این که مدت براش گذاشتن 30 صدا رو شاید تو هم برنامه اول هم 30 نفر بیان بخونن. خوش صدا زیاد داریم. هنرمند هم در شهر تورنتو زیاد داریم. ولی این معنیش نخواهد بود که این 30 صدا انتخاب بشن. همه صداها اندوخته میشن، برای حفظ میشن و به شما شماره داده میشه. طبق اون شماره نگهداری میشین. تو اون مدت حالا ممکنه این 30 صدا 200 نفر شرکت کننده داشته باشه. از بین 200 نفر انتخاب خواهند شد. 20 نفر باشه از طبیعتاً کم خواهند داشت. انتظار اینه که تو این 8 ماه صداهایی که قرار اونجا روی صحنه برن بخونن و باهاشون برشون بنوازن اونجا تو مراسم چند به حال نفر که هنرمندان حرفه‌ای شهر هستن نظر خواهند داد و جایزه نفیسی هم 100% طلا خواهد گرفت و خب فکر کنم کار زیبایی صورت بگیره که در یک در واقع مجموعه حرفه‌ای هنر. بله مخصوصا در این کار کنار آقای حمید صفوی که کارشون رو بلدن. ایشون هم از قدیمی هاست، از کسایی که کار روی صحنه برده. تو کار اصلیشون هم میدونین که علاوه بر قلم خیلی خوبی که دارن تئاتر در واقع دیگه. بله و حالا خانواده هنرمندی هستن. حالا خودشون بیان ازشون، اگر که فکر کنم امروز با شما میتینگی داشتن ازشون خواهش کردم من خواهش کردم که بمونم بعد در خدمتشون باشیم. یک موزیک کوتاه شما رو دعوت کنیم با آقای صفوی هم چند دقیقه صحبت کنیم. چهره مهربونشون آشنا بشیم. بسیار آدم با شخصیت و دوست داشتنی که چند دقیقه باشون آشنا بشین چون به هر حال فکر کنم 7-8 ماه گرفتارش خواهین بود که باهاش کار کنین و گرفتاری خوبیه. بله گرفتاری خیلی خوبی. خدا کنه تا باشه از این گرفتاری ها باشه. همراه ما باشین دوستان عزیز. خدمتتون هست. خب
خب دوستان، با سلام دوباره خدمت شما هستیم. همطور که قول داده بودم، علی از اونجایی که شنوندگان عزیز ما همزمان برنامه رو میشنون با ما دنبال میکنن و زیرنویس و تصاویر رو نمیبینن، دوست دارم بگم که در استودیو همطور که میدونین از این هفته به بعد دوست خوب و همکار نازنینمون میترا خانم حجبری با ما همکاری خواهند داشت که باشون آشنا شدین. مهمان و همکار جدید برنامه رادیویشون رو به شما معرفی کردن، آقای حمید صفوی که در برنامه هستن. الان اجازه بدین حضورشون عرض ادب داشته باشیم و یک کمی راجع به برنامه 32 ازشون بپرسیم. جناب صفوی، خیلی خوش اومدین، سلام عرض می‌کنیم، خوش اومدین به برنامه ما. خیلی متشکرم، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که همیشه خوب و خوش و تندرست باشین و موفق. خیلی خوشحالیم که بعد از سال‌ها دوستی، همکاری، کارهای هنریتون در شهر بالاخره فرصتی پیش اومد که اولا ما از شما تشکر کنیم برای کارهای زیبایی که رو صحنه بردین، برای هنرمند خوب بودن و سالم ماندنی که در شهر برای ما ماندین. باعث افتخار ما همشهریای تورنتویی، میدونم اسپانیا خیلی دوست دارن. بله، ما امروز دوتا بچه کویر در کنار اصفهان نصف جهان. بله، تازه ما اینجا همکار داریم، استاد سعید نعیمی منش میگه کی گفته نصف جهان، کی گفته همشه، خداییش هم اصفهان همشه. خیلی خوش آمدی. و خب میترا خانوم، تا اونجایی که میشد خیلی مختصر، اصلا پارتی بازی نکرد و من گفته باشم، شما که خیلی نجیبین، من میدونم چیز کوچیکه که من در راجبشون گفتم، حالا خوشو گفتن. ولی خب بریم به سراغ آقای صفوی. رو من یک کوچولو راجبش بهتون بگم، آشنایی من و آقای صفوی هم برمیگرده به خیلی سالهای قبل، سالهای اول رادیو بود، شاید نمیدونم 15 سال پیش. اولین تئاترتون کی بردین روی صحنه؟ حد نبود، دیرتر بود، 2013. خیلی ساله و من تشو بردن، ایشون هم از شنونده های بسیار قدیمی بودن، من هم سعی میکردم که خیلی به هر حال هنرمندان رو خوب بشناسم در شهر و ارج بگذارم. ایشون یکی از هنرمندایی بودن که گوشه کنار شنده بودم کار تئاتر میکنن، خیلی هم آدم خوبیه، خیلی دوست داشتم ببینم. خلاصه با کارشون اومدن رادیو، گفتن ما این کارو داریم، ما میریم صحنه و میخوایم شما تبلیغ کنی، و گفتم خیلی هم عالی و خیلی هم خوش حساب بودن، اصلا هم چونه نزدن با ما و خیلی هم ساپورتر خوبی بودن و اصلا هم نگفت اصفهانی پیدا نمیشه. بالاخره اون دیگه اون خصوصیت رو که بالاخره باید داشته باشه. بعد نمیدونم پدرم داره الان برنامه رو نگاه میکنه یا نه، همیشه برای طنز در هممون، برای همه شهرهای ایران داریم، ولی واقعا یه طنز خیلی زیبا برای اصفهانیا داره. من همش پیش میام اینو برام بگو، چون وقتی با اصفهانیا کار میکنم، ولی من واقعا دوستای اصفهانی داشتم تو بیزینس که اصلا اینو ندیدم ازشون، من جمله خود شما یا حضرت نعیم منش، آخه چه اصفهانی هایی هستین شما، اصلا حفظ نمی کنین این آداب و رسوم رو. خلاصه ایشون اصلا چونه نزدن و خیلی خیلی واقعا منشوار و آقا گفتن باش بفرمین هرچی میگه. حالا به هر حال ما کارشون انجام دادیم و یه برنامه خیلی خوب هم رو صحنه بردن و یادم میاد شب بسیار شلوغی بود و کار بسیار زیبایی. مدت ها ساکت نشست. پسر بسیار هنرمندی داره، حافظ، خیلی ها تو شهر میشناسنش، کار فیلم برداریش بسیار معروفه، به هر حال از یک خانواده هنرمند میاد، الان که خوب داره فیلم میسازه. بسیار خوش اخلاق حافظ، بچه خوش قیافه، خوش قیافه و دوست داشتنی، خیلی 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 بچه خوب و هنرمند و به هر حال از یک خانواده هنری میاد. ولی الان تصمیم گرفتین که برین تو کار صدا و این حرفا، و خانم حجبری میگه کارهایی میخواییم بکنین، و جریان چیه؟ بله، اولا خیلی متشکرم، تعریف کردین، شما لطف دارین، من به زبانم قاصره که بخوام تشکر بکنم، خیلی متشکرم. ولی راستش با صحبتی که با دوستان و از جمله خود هرسالی صحبت میکردیم، میدونید مردم خیلی دوست دارن که یه جوری مخصوصا تو غربت تو تنهایی خودشون بعضی وقت آوازهایی زمزمه میکنن، حالا بعضی دوست دارن یه جای خودشون رو میتونن مطرح بکنن، بعضی نمیشه، یعنی که امکانش رو شاید پیدا نکنن. و واقعا هم این هنرهای نهفته هست، یه جایی خیلی چیزای نابی هست و ما خبر نداریم. حالا شما مثلا اصفهان اگه همین فرد تشریف ببرین، میبینین که زیر پل خواجو میشه هستن دار آواز میخورن و
کسی هم کاری نداره که نگاش میکنه یا کسی نگاش نمیکنه، میخونه آوازشو. شاید تنها شهری یکی از نادر شهرهایی باشه که مردم واقعا آواز میخونن، حتی تو خیابون تو بازار که داره میره آواز میخونه و میره. و این جالبه چون آواز خوندن خیلی هم کمک میکنه به روحیه ی آدم. که ما به فکر افتادیم به اتفاق دوستان خانم جبری، خود استالی و جناب سعید نعیمی‌اش که یه همچی برنامه امکانی رو فراهم بکنیم به عنوان برنامه سی صدا. چرا سی صدا؟ برای اینکه سی تا صدا رو پیدا کنیم بین صداهایی که زنگ میزنن و آواز میخوان، هر آوازی دوست دارن، به هر سطح موسیقی تنوع زیادی داره، قرار نیست که همه یه سبک بخونن، ولی تون تنهاییاشون ما رو شریک میکنن و اون آوازی که میخوان میخونن، ما صداها رو طبیعتاً ضبط میکنیم، یه مجموعه کارشناسی اینها رو باز میشنون، گوش میدن و بین اون صداها توی فاصله تقریبا یه فصل 30 تا صدا رو انتخاب میکنیم و به اتفاق به اطلاع همه میرسونیم که میخواییم یه جشنی برگزار کنیم و تو اون جشن اون 30 تا صدا به اضافه کسای علاقه مندا شرکت میکنن و یه مسابقه باز با یک هیئت کارشناسی بین اون 30 تا صدا یه مسابقه برگزار میشه و طبیعتا به نفرات اول تا سوم جوایزی هم اختصاص پیدا میکنه. بسیار هم زیبا. و تخمینی که زدین میترا خانم گفتن حدود 8 ماه برنامه رو حد زدین زیر یک سال. بله زیر یک سال ما برنامه رو ادامه میدیم تا برسیم به اون گولی که داریم. دقیقاً. این که فرمودین این هیئت کارشناسی یک آقایی به یک گروهی منزل من کار میکنن که اتفاقا واقعا باید راجبشون براتون توضیح بدم. یک آقایی که از همه شون مسن‌تره، فکر کنم حدود 70 سالشونه. وقتی آدم نگاه میکنه میگه آدم 70 ساله هنوز توانایی کارش خوبه و پر انرژیه، آدم کیف میکنه. حالا ایشون هم داشتن یک کارای انجام میدادن و بعد سعید خان نعیمی‌اش منزل من بودن و همطور که با اینا صحبت میکردن و خب ایرانی بودن و هموطن بودن و به هر حال یکیشون همشهری بود و صحبت میکردن، بعد من گفت که این آقایی که سنشون اینه، این آقا مسن‌تره، این بیس صداش ایدئاله، هر جور شده بیارش تو برنامه سی صدای آقای صفوی. گفتم چیکار کنم، برم با آقای چی بگم؟ گفت که این ایدئال این صدا، تو اصلا نمیدونی این چه بیس صدایی، یعنی اون کارش اینه. ولی خب مثلا من بهش گفتم خب من برم به این آقا الان چی بگم؟ بگم چکشو بزن زمین برو تو برنامه سی صدای ما چیکار کنم؟ گفت به هر حال این بیس صداش حرف نداره. حالا بالاخره من نمیدونم، اینو برو بهش بگو شرکت کنه، حیفه، این آدم برنده است، این صدا داره. حالا نگو موقع کار که این آقا کار داشته میکرده من که نبودم، این میخونه واسه خودش احتمالاً دیگه. و اینجوری حالا اینکه میگید واقعا هست دیگه، مردم زمزمه رو کاملا درست، اصلا تو شغلای مختلف هم هست، مثلا کسی که نقاشی ساختمون میکنه معمولا این ناخودآگاه چون با زیبایی سر کار داره، یه جوری داره یه خلق یه تنوعی ایجاد میکنه، آواز میخونه. چون اکثرا نقاشای ساختمون زمزمه میکنن و صدای خوبی دارن، یا مثلا مسگرا رقص خوبی دارن. چرا؟ چون هنگامی که با پاشون دارن این به اصطلاح بله یا چکش میزنند ریتم خوب میشناسن. ببخشید من نمیتونم انجام بدم، شما انجام بدین لطفا، این ریتم انجام بدم. مثلا شما فرض بگیم که مثلا یه نفر مسگر هر روز صبح تا شب مثلا پاشو میذاره روی اون سینه مسی و میچرخونه، خب این بدنش فرم پیدا میکنه و حرکت میکنه و همزمان اون تقی که میزنه ریتم هم میشناسه. ما خیلی خواننده داریم ریتمو نمیشناسن. آفره آفره، بازار مسگرهای کرمان که میدونی معروفن، ولی نمیدونستم رقصنده های خوبی هم هستن. شاید کرمان یا حالش نداشته باشن برقصن، ولی اسمان یا خوبی رقصن. مکه اینو شیرازی هن یعنی چی آقا؟ اگه اینو میگفتین تو آبادان شاید که میرقصن، اون اصلا رو هوا نمش. خیلی با حالم بنده، هر گوشش خاطره و هر گوشش عشقه. بله سر چرا لحجه شیرینی دارن آقای صفوی، واقعا چرا خوبه که عوضش نکردن. تو رفتین براش دکتر، کاری هم نتونستین بکنین؟ نه خیلی گفتن دیگه این علاجی نداره. البته میدونین که ما طبیعتا رو صحنه تئاتر آدم گاهی وقت ما مجبوره که لحجه نداشته باشه. مثلا شما در زمین یه کار از مثلا شکسپیر ببرین رو صحنه، خب نمیتونین که مثلا با مثلا لحجه اسپانیایی، ولی به هر صورت ما چون دوست داریم اسپانو دوست داریم و فکر میکنیم که اینجوری هم راحت ترین باهاش
یکی هم مسکن بدون لحجهش هم میتونی. بله. حالا برنامه رو تصمیم داریم با لحجه اجرا کنین یا بی لحجه؟ نه خب دیگه بس دیگه، داره کسا که میخونن حالا با چی بخونن، چرا اتفاقا چیزایی اصفهانی هم شعرهای اصفهانی هم هست که شاید بعضی دوست داشته باشن اونو بخونن، شاید شعرهای مختلف در صد موسیقی. تصدی هم میتونین برای ما بخونین اصفهانی. آره که صدای خیلی خوبی دارن خودشون. بسیار بسیار. بله راست میگی. دیگه اینقدر خواننده‌های خوب هستن که حالا زنگ بزنن تک تک. سه شنبه با ساعت 6 تا 7 میتونن زنگ بزنن. 6 تا 7 بعد هفته آینده. از هفته آینده 6 تا 7. خب پس دوستان از هفته آینده 6 تا 7 بعد از ظهر به وقت محلی تورنتو البته خب بازپخشش پخش خواهد شد، ولی امیدوارم به صورت زنده که 6 تا 7 هستن. دوستان اگر در جای جای دیگه به هم خبر بدین و علاقمند هستین بیاین حتما شرکت کنین. ممکنه برای فاینالش نتونین اگر برنده بشین بیاین، که حتما میتونین، حتما اسپانسر براتون بلیت میفرسته میاین و حیفه اگر فرصتی دارین بیاین در برنامهشون و صداتون رو امتحان کنین. راستی بله صدای خودشون صدای بخونه تقدیم میکنم به همه اونا که میخوان بیان و همه اونا که میخوان بشنون. بله یه خیلی کوتاه البته. زدست به سرش دل که یاری تو باشد، قرارست دلم بی قراری تو باشد، نگاری منی گل ازاری منی تو، قراری منی من بی قراری تو بم، فلون کسه عاشق شده اسم نیگات، فلونی میگد من میرم برات، دلت پیشی من گیرست چجوری بری، نه این که نمیخوای دلت نمیاد، نگاری منی گل ازاری منی تو، قراری منی من بی قراری تو بم، بی قراری شما این تا منتظرین که بهمون زنگ بزنید و از صدای خوبتون استفاده بکنید. آخر این فیلم ها دیدین مثلا میزن اسپیشال تنکس، حالا مثلا برای هنرپیش آخریه یا اون خیلی بزرگی، شما هم گفتین تقدیم به همه، باید تش میگفتین مخصوص اسپانیا همشهری ها، بیشتر مخصوص همشهری ها تقدیم به عزیزان اسپانی. خب بسیارم خوب و پسندیده، خیلی هم ازتون ممنون که موندین، چون میدونم سرتون شلوغ بود امروز ولی موندین که حیف بود. برای برنامه هفته آینده تون دوستان خبردار نشن که حالا به هر حال داره شروع میشه و کار زیبایی هم هست و پیشا پیش بهتون تبریک میگیم و خسته نباشید. مرسی. موزیکی دوستان رو دعوت میکنیم، با آقای صفوی نازنین خداحافظی میکنیم تا شروع برنامه شون از هفته آینده. من و خانم مجبری در خدمتتون خواهیم بود دقایق دیگه. خواهش میکنم.